درود بر شما. دهم بهمن ماه 1399 خورشیدی و 29 ژانویه 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به رضا مطلبی کاشانی، ابر بدهکار بانکی و حفاظ امن حکومتی و حوزوی که دور او کشیده شده. پرده آخرم البته خواهیم داشت آخر برنامه. ببینید، رضا مطلبی کاشانی رو تا چند ماه پیش شاید کسی نمیشناخت، غیر از یه عده البته علمای اعلام و خواص حکومتی. داستان از اونجا شروع شد که یه تعداد رسانه ها و نشریات جمهوری اسلامی همین تابستون امسال از مشارکت روضه‌خوان بیت رهبر معظم علیرضا پناهیان با ابر بدهکار بانکی رضا مطلبی کاشانی مطالبی نوشتند مبنی بر رابطه مالی حجت الاسلام پناهیان با رضا مطلبی کاشانی که ظاهراً در یک ساختمان شریک بودند. اسنادی هم منتشر شده است از شراکت حجت الاسلام پناهیان با عز بیت رهبر معظم رو با رضا مطلبی کاشانی ابر سرمایه دار فلان نشان می‌دهد که حجت الاسلام پناهیان شهریور بود که آمد تو یکی از منبراش جواب داد به این افشاگری ها. من اگه شرایط همین الان مسائل مادی زندگیمو بگم، بازم مردم جمع میکنن، یه اعانه جمع میکنن برای ما. این خونه الان 30 میلیارد قیمتشه. حالا بنده خدایی که پیرمردی که سال مثلا 2 سال ما اونجا زندگی کردیم، حالا اون رفیقمون هم که میگن صاحب تک ماکارون هست، که حالا جالبه من تا همین الان که اینو گفتن نمیدونستم ایشون مثلا کارخونه ای داره به نام تک ماکارون. میدونستم آدم پولداریه. واسطه آشنایی ما هم حضرت آیت الله حقشناس بود. حالا ایشون گفتش، من گفتم میخوام یه توضیحاتی در مورد شما بدم. گفت نه، به هیچ وجه در مورد من هیچی نگفت، هر چی میخوان بگن. خب من در مورد ایشون چی نمیگم. خب شما چی میخواین بگین درباره اون رفیقتون آقای پناهیان، آقای رضا مطلبی کاشانی که اسمش هم نمیگی؟ من البته عرض میکنم، البته منتها قبلش نمیشود نگفت که شما دروغ میگین که اصلا مطلبی کاشانی رو نمیشناسین و نمیدانستین که تک ماکارون مال ایشونه. مگه میشه جناب عالی حاج رضا مطلبی و فقط 3 نفر دیگه عضو هیئت مدیره یه مؤسسه باشین همدیگر رو نشناسین؟ نمونه بگم خدمتتون، مراسم افتتاحیه مؤسسه خیریه قدیر ولایت با سخنرانی آیت الله کاظم صدیقی و حجت الاسلام و المسلمین پناهیان صبح عید سعید قدیر برگزار می شود. اعضای هیئت امنای این مؤسسه خیریه حجج اسلام و آقایان کاظم صدیقی که میشناسینش و بیشتر خواهید شناختش، محمد حسن رحیمیان تولیت مسجد جمکران، علیرضا پناهیان که همین شخص بود که صحبت میکرد و خواهید شناخت بیشتر، محمد حسن ابو ترابی امام جمعه موقت تهران به حکم خامنه ای، سید مرتضی نبوی از روزنامه رسالت ارگان بازاریای حکومتی، سید مصطفی میرلوهی رضا مطلبی کاشانی هستند. خب وقتی پناهیان آمد این شراکتش رو با مطلبی کاشانی به قول خودش با این رفیقمون توجیه کرد، اینجوری که شنیدین، خبرنگارای خبره یه نمونه دیگه از حقبازی‌های آخوندی پناهیان رو کردن. یاشار سلطانی نوشت آقای پناهیان ماجرای خرید زمین 423 متری در منطقه خوشنشین سعادت آباد تهران از خانم لیلا ممتحن در سال 91 چیست؟ آیا همانطور که در قولنامه آمده؟ ببینین این سند تمام مشخصاتو دارد. من ترجیح میدم که نخونم جزئیاتشو، ولی کل مطلب اینجاست. سوال یاشار سلطانی از پناهیان که البته پاسخ داده نشده و آیا همانطور که در قولنامه آمده شما این زمین 423 متری را به قیمت 11 میلیون 800 هزار تومان خریداری کردید؟ یعنی متری 43 هزار تومان تک تومانی تو سعادت آباد.
شما چگونه و به چه مناسبتی زمین سعادت آباد را متری 43 هزار تومان خریداری کردید؟ چرا خانواده ممتحن که زمان انقلاب از کشور خارج شده اند این ملک را به یک چندم قیمت واقعی به شما فروختند؟ آدرس شما فقط میخونم، بقیه جزئیاتو نمیگم. تهران سعادت آباد، خیابان 32 شرقی، تقاطع صرافهای جنوبی، پلاک 47، 423 متر. ببینید، بعدم میاد ننه من غریبم بازی در میره، آقای پناهیان تو سخنانی که دیدین و میگه نمیدونم من بدبختم اگه قرار باشه، شاید شنیدین دیگه، من اگه قرار باشه که من بیام واقعا درد دلمو باز کنم شما برام اعانه جمع میکنین. مشکل اساسا اینه که این آخونده از مردم طلبکارن، میگن شما باید کار کنین ما زندگی کنیم. کدوم از رفقا زنگ میزنن میگن پس یه برج 100 میلیاردی نیست، من بابا یه با یه خونه چه ما یه واحدشو داشتیم، همین الانم هم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه‌ای، مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم ربیعی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. عرض کردم اساس مشکل اینه که آخوند با خمس و سهم امام و هدیه رفقا به قول پناهیان زندگی میکنه، نه سربازی میره نه کار میکنه، فقط مف میخوره و حرف میزنه. بعد وقتی این آخوند قدرت سیاسی دستش باشه، حکومت خب میشود هدیه ای از جانب خداوند که باید بندگان خدا به واسطه بندگان خدا و خدا یعنی همین آخوندها خدمت بکنن، بهش هدیه بدن تا ارشادشون کنه بندگان خدا رو و خودش در رفاه زندگی کنه. به همین دلیل که عرض میکنم که باورشون شده اینا که باید طلبکار باشن از مردمی که زیر نعلینشون له میشن. این هدیه های میلیاردی رو از کدوم رفقا میگیرن؟ از کسایی مثل همین مطلبی کاشانی. شرکت تک ماکارون که پناهیان بهش اشاره کرد، شناخته شده ترین شرکت مطلبی کاشانی است. دو تا خانواده عضو هیئت مدیرشن، مطلبی کاشانی و صادقیان. من صادقیان رو بعداً بهش میپردازم. سرمایه شرکت تکماکارون بر طبق آخرین تغییرات که ثبت شده چقدر؟ 50 میلیون تومان، 500 میلیون ریال. خب 50 میلیون تومان سرمایه آخرین تغییرات سرمایه‌اش، یعنی 50 میلیون. تعداد محصولات تکماکارون طبق ثبت رسمی چند تاست؟ 538 نوع محصول داره، خوراکی و غذایی. همه تا حدودی میشناسین دیگه، محصولاتش تو بازار. 538 نوع محصول غذایی و خوراکی با سرمایه 50 میلیون تومان. گیر آوردن اینا ما رو واقعا. معجزه مملکت امام زمان شاید، من نمیدونم. و چرا اینجوری میشه؟ چرا سرمایه اینقدر محصول اونجوریه و اینقدر اینا پول دارن فلان؟ همش پولشویی، حالا خواهم گفت. یعنی هیچ حساب کتابی وجود نداره و آنچه وجود داره همه عقبازیه، همه ساختگی، همه جعلیه. بذارین من اول همین روابط علمایی حاج رضا مطلبی کاشانی رو بگم، بعد میریم سراغ کاروبارش. ماجراهای مطلبی کاشانی رو حجت الاسلام صدیقی باعث شد که داغ بشه. اون صحبت‌های مربوط به پناهیان شهریور بود، عرض کردم تموم شد مثل همه افشاگری‌های روزمره در مملکتی که مردم زود همه چی یادشون میره. دی ماه آیت الله مصباح یزدی که یکی از دستوردهندگان قتل‌های سیاسی دهه 70 بود و شاید مهمترین حامی خامنه‌ای در بین حوزویان مرد. خب بیعت کننده ها با خامنه‌ای خیلی آیت الله مصباح رو قاب می‌گرفتن تا پیش رهبر معظم محبوب‌تر بشن و اینا. مصباح که مرد، کلی داستان درباره کرامات و معجزاتش سرهم بندی شد که یکیش حجت الاسلام صدیقی گفت در سیمای آقایون، که گفت دو هفته قبل از درگذشت مصباح او خودش به ما گفته بود که درست دو هفته دیگه من می‌میرم و راست میرم بهشت. قهرن بر ما خیلی سخت می‌گذشت. چون که دید ما ناراحتیم چشمشو باز کرد، فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو هفته است،
دو هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن. عجب. این دلداری رو به ما داد، دو هفته بعد هم تمام شد. یعنی دقیقاً وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشتن. عجب. و جایگاهش هم بهش نشون داده بودن، در یه باغ وسیعی ما رو دادن. خب ایشون رو در منزل غسل دادن، آیت الله مسبار علامه رو. و کسی غسل داد که آقای حقشناس را، آیت الله حقشناس را ایشون غسل داده بود. این غسال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه، از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید. عجب. گفت این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من غسل میدادم، چه آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد. عجب. بله. یه نگاه مهربانانه کرد و فوری چشمش بست. از اولیاء مسلم خدا بود. حالا چرا میگم سوژه اصلی ما، یعنی همین مطلبی کاشانی، سر همین چشما کردن مرده مصباح داغ شد؟ چون مردشور حاج رضا مطلبی بوده به روایت های بسیار. بعضیا میگن درسته که مردشور خونه علمایی تو خونه مطلبی کاشانی است، اما خود حاج رضا مطلبی مصباح رو نشسته. قبلش آیت الله حقشناس رو شسته بوده، ولی مصباح و یکی دیگه شسته، یکی از مردشورای اون خونه به اسم سید محسن حسینی. خیلی فرقی در ماجرا نمی‌کنه. همین کافی است که بدانیم که در داخل خانه، یعنی خونه مطلبی کاشانی، اینقدر بزرگ و مجهز، لااقل یکی از خونه‌هاش که توش مردشور خونه لاکچری زده واسه شستن زعمای قوم، علمای اعلام. به هر حال ماجرای مردشوری مصباح سوزنی شد، اون بادکنک پربادی که صداش فضای رسانه‌ای رو پر کرد. اینکه مطلبی کاشانی که علاقه ویژه‌ای داره به بردن جسد علما به خونش برای مردشوری چه کاره است و چرا اصلا این کارو میکنه، وقتی بدانیم که این یکی از کارهایی است که آقای مطلبی کاشانی میکنه تا معده سیری ناپذیر خودش رو از سفره مردم ایران پر کنه، اون وقت میفهمیم که حکومت دینی چه ظرفیتی انصافا در اختیار دزدان کلان و سوء استفاده چیا میذاره که سودش رو ببرن. آخه عقل جنم نمیرسه که تو منتظر باشی یکی از آیت الله های بانفوذ حکومت بمیره، جسدش رو ببری خونت مرده شوری کنی واسه اینکه اثبت پیش صاحبان حکومت آیت الله به خوبی برده بشه همه جا، و بتونی یک دو جین دیگه شرکت بزنی یا پول چند تا بانک دیگه رو بالا بکشی و بفرستی کانادا تو حسابای بانکی خانوادت. خانوادش کانادان، همه همین آقای مطلبی کاشانی. و من شنیدم که اقامت کانادا هم داره، من نمیدونم دو تابعیتی یا نه، ولی یه پاش کانادا یه پاش ایران. پخش حرفای صدیقی از سیمای آقایون و نقل این زنده شدن مرده مصباح موقع شسته شدن، این بحث رو پیش آورد که منطقا که نکنه مصباح نمرده بوده و موقع شستن کشتنش، چون اولین چیزی که به ذهن سالم میاد همینه دیگه. چون پیش آمده که حتما تو صفحه حوادث روزنامه خوندین، تو اخبار شنیدین که کسی که جواز دف براش صادر شده تو سردخونه به هوش آمده، پیش آمده این. خب اووردنش بیرون از سردخونه و زنده شده، در واقع به زندگیش ادامه داده. مصباح هم از مردشورخونه حاجزا مطلبی بیرون آورده نشد، الا اینکه رفت صاف بهشت، همون باغ فلانی که اون صدیقی گریان گفت. همین صدیقی که خاطره چشپا کردن مرده مصباح رو ازش شنیدین، بعد اومد عذرخواهی کرد از اینکه اینطوری موضوع رو مطرح کرده و باعث سوء استفاده افراد غافل شده. یه نکته رو بگم درباره حجت الاسلام. صدیقی که بعضیا بهش میگن آیت الله صدیقی، که این آدم همینطوری دم دستی نیست و تو جمهوری اسلامی بهش بگن نمیدونم صدیقی گریان و نمیدونم نماز جمعه گریان و امام جمعه گریان که مایه خنده بشه. روح الله حسینیان که دیگه نیازی به معرفی نداره،
کسی که وقتی اعلام شد سعید امامی در زندان واجبی خورده مرده، گفت بابا ما خودمون قاتل بودیم، حاج سعید کشتن تا فاشگویی نکنه. همین روح الله حسینیان که در دوره اعدام‌های دهه 60 جزو نیروهای جوان وحشی شده که بهشون میگفتن و میگن ارزشی در اطلاعات و دستگاه قضایی بود، خاطری رو از همین صدیقی گریان در سیمای آقایون میگه، نقل میکنه، که برای اینکه صدیقی رو بشناسیم بهتر بشنویم خودتون کوتاه. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده مدافعین رو. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اولا آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین، مسئول کشور امام تشخیص داده ایشون رو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی، نه انتقاد بکنن. حالا این جمهوری اسلامی میشه مسئولین قضایی میشن بدهکار. یه روز به یکی از بزرگان عرفا شوخی کردم که رئیس دادگاه بود، گفتم آقا پرونده هاتو دیدم ماشاءالله خیلی قاطعانه. گفت اگر چیزی هم ما برای خدا داشته باشیم برای قیامتمون همین هاست. آقا اسم ایشونو بگید دیگه، چون جزء محاسن دیگه، غیبتش هم نمیشه. یعنی بزنید یه همچین افراد شجاعی. آقای صدیقی. آقای صدیقی نماز جمعه. صدیقی نماز جمعه. خب خیلی حرف جالبی بود. مگه ما اشتباه کردیم؟ ما بله قاطعیت نشون دادیم و باید افتخارم بکنیم. بله. همین حجت الاسلام صدیقی که حجت الاسلام حسینیان دربارش صحبت میکرد، حجت الاسلام صدیقی که شریک مطلبی کاشانی است، از مبلغان سفت و سخت رهبر معظم پیشوای مسلمین جهان سید علی خامنه است. این عالم جلیل قدر ابوشهید میگوید من در این تشرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چجورن؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین، سلمان و منا اهلت. به قدری این جریان منو شارج کرده. ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از ماین، یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره. این چاپلوسی برای رهبر معظم کلی نونه ها برده واسه حجت الاسلام صدیقی بی تردید. رئیس حوزه علمیه امام خمینی ازگل، نایب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران، دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و البته مشاور عالی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه. ایشون سال 88 با حکم رهبر معظم شدن امام جمعه موقت تهران که گاهی هممون از بیاناتشون محظوظ میشیم. بعد این آدم که با جمهوری اسلامی به قدرت و ثروت عجیب غریبی رسیده و همین آدم که میگه مردشور آیت الله ها، یعنی همون مطلبی کاشانی، همون ابر بدهکار بانکی، آدم متدین مخلصی است، شریکشه، درباره وضع معیشت و زندگی مردم ببینید چی میگه در یکم آذر ماه 99. این دنیا را خدا معرفی کرده، این دنیا جای تناسایی نیست، تنبلخانه نیست، عشرتکده نیست، اینجا برای رفاه و عشرت ساخته نشده است. یکی دو تا آیه خدمت شما قرائت میکنم. تا دنیا را عوضی نگیریم، اینجا بهشت نیست،
اینجا آسایشگاه نیست، اینجا محل کار و تلاش است، اینجا محل رنج است. گنج بهش را با رنج دنیا به دست می آوریم. مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره. یعنی رفاه در دنیا، رنج در آخرت. از خودت که رنج نمیکشی و مخصوصا اون مردشوره که فقط خمس یک سالش به بیت علمای اعلام 40 میلیارد تومنه. پس اون جهنمیه دیگه، چون اینجا رفاه داره بر طبق گفته ی تو، درست؟ اگه جهنمیه چرا مرده هاتون رو میدین ببره خونش بشوره؟ چرا تو این همه شرکت باهاشون شریک میشین؟ چرا عضو هیئت امنای امام رضاست؟ تیر ماه امسال حجت الاسلام احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی رضا مطلبی کاشانی را در کنار چهره های دیگری مانند غلام علی حداد عادل و حسین صفار هرندی که برخلاف مطلبی چهره سیاسی بودند به عنوان عضو هیئت امنای حرم مطهر رضوی منصوب کرد. مگه میشه ریش و سیبیل علم الهدا امام جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان چرب نکرد؟ به عنوان یه آدم مثلا خیر شد عضو هیئت امنای حرم امام رضا؟ سر قفلی داره حرم امام رضا، همه میدونن چقدر پول خابیده اونجا، اونم تو نظام بی حساب کتاب جمهوری اسلامی. برای به دست آوردن این خزانه، این گنج، مطلبی کاشانی مثل خیلی یا دیگه شون که پول داره دور و بر حکومت، باید اول ظاهر رو حفظ بکنه. اینو فهمید، ظاهر متدین نمازخون که از بس نماز شبش ترک نمیشه و پیشانی بر مهر گذاشته، پیشونیش پینه بسته با یه لباس نامرتب و معمولی یقه بسته و اینو دیدین یا شنیدین؟ دست کم خیلی شنیدیم کسایی پشت قاشق داغ شده رو میذارن رو پیشونیشون تا جای مثلا مهر بیفته اونجا بسوزه پیشونیشون. حاج رضا رو نشون بدین دیگه، چرا گیر کردیم؟ خواهش میکنم عکسش رو از هر جا میتونین یا عکساش رو نشون بدین تا معلوم بشه پیشانی قاشق داغ شده روش چگونه پینه میبنده. پیشونی حاج رضا مطلبی برای هممون خیلی گویاست. بعد از سالها که حاج رضا مطلبی همه جا تو بیت مراجع حکومتی جا میفته، صدها میلیارد از بانک ها قرض پس نده میگیره، کلی شرکت و خیریه میزنه که حالا خواهم گفت، بعدن دیگه نیازی نداره به پیشونی پینه بسته که هیچ، یه چکشکاری هم باید رو صورتش انجام بده جوون و تو دل برو بشه. قبل از اینکه چکشکاریاشو ببینین، یعنی چهره مثلا تو دل بروشو ببینین، بله خودشو ببینین زمانی که چه کرده با پیشونیش که بشه ظاهر و صلات. بعد عرض کردم وقتی جا افتاد دیگه نیازی نداره به این قیافه، یا چیکار میکنه؟ میره عمل ممل میکنه و چکشکاری ها، منطقه طبیعت و استخونبندی گونه ها فکش رو ظاهرن به هم میزنن. حالا ببینید خیلی ریحانه در سال 82 تشکیل شده طبق برنامه چهارم دولت که واگذاری مراکز رو میکرد و در مجلس تصویب شده بود، اینم جزو اصل 44 رو برده بودن واگذاری اینا که متن قرار دادم نوشته طبق اصل 44. بعضی هم فهم کنم پالشگاه آبادان رو به ما دادن یا پتروشیمی. دیدین دیگه، من همیشه به طور مطلق پرهیز میکنم که برم تو قیافه و ظاهر کسی اینا، ولی این یکی رو نمیشد با اون پیشونی و این قیافه که الان دیدین و بعد کارایی که کرده، مهم نیست قیافه و فلان، کارایی که کرده. همین خیریه ریحانه ای که داره میگه و میخنده که میگه طبق اصل 44 به ما دادن، یعنی چی؟ خیریه قاعدتا باید از 0 تا 100ش با پول افراد خیر درست بشه و اداره بشه. تا کجا خیریه به اصل 44 قانون اساسی ربط داره؟ اصلا اصل 44 قانون اساسی به دلیل ماجرای خصوصی سازی و فرمان رهبر معظم همین خامنه ای سال 85 که واگذاری 80 بیشد تا 80% مؤسسات دولتی رو به بخش خصوصی مجاز کرد،
این اصل خیلی معروف شد، اصلی که مخصوصا رفسنجانی خیلی اصرار داشت به اجراش تا همه مؤسسات دولتی بیفته دست چند تا دمکلفت حکومتی، یعنی همون خصولتی سازی معروف، بخش مهمش بیفته دست سپاه و سرداران بازنشسته سپاه و بخشش هم بیفته دست زنوزی و هدایتی و انصاری و گلپسرهای همین آخونده و اینا. اصل 44 قانون اساسی چه میگوید؟ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و غیره. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود. خب اون بخش خدمات بخش خصوصی مربوط میشه به مؤسسات خیریه و مؤسسات وقفی و بقاع متبرکه و غیره و غیره تو این حدود که باید ریز دخل و خرجشون رو بدن به دیوان محاسبات کشور. میدن نمیدن؟ عمرن نمیدن. اگر هم بدن تازه چه فرقی میکنه؟ رئیس دیوان محاسبات کشور مهرداد بزرگپاشه. مهرداد بزرگپاش خودش گناه کبیره است. قبلا دربارش برنامه مفصلی داشتیم. باری این یعنی میخواستم بگم که این حقوق بازی اینو من بر اساس اصل فلان قانون اساسی اونو به ما دادن و اینا همه حرفای دهن پر کنه که مثلا اونایی که نشستن بگن به 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 این داستان. این خیریه ریحانه 3 عضو هیئت مدیره داره. 2 نفر اول رضا مطلبی کاشانی و مهرداد نوری ان. مهرداد نوری کسیه که تو بقیه شرکت های رضا مطلبی هم هست و به نوعی مهمترین شریکش محسوب میشه، از تکماکاران و آردداران تا زایشگاه الوند و که حالا خواهم گفت و البته همین خیریه ریحانه. نفر سوم علیرضا جزینی دورچس، سردار جزینی تا سال 95 قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. حواستون باش. هر جایی که میبینین پولشویی های گنده تو جمهوری اسلامی از پای مواد مخدر هست. خب سردار جزینی که رئیسش بود. بعدش شد مشاور و رئیس دفتر جانشین فرماندهی کل قوا. امام خامنه‌ای در امور ناجا، نیروی انتظامی. و از اولم توی این مؤسسه به صورت رسمی هست. اینکه حالا این منت رو بر ما گذاشتن و ما هستیم در خدمت این عزیزان و داریم بهره میبریم و دوست داریم هر عزیز دیگه ای هم داره هر جایی در این کشور از این خدمات میکنه و به قول معروف چه کم چه زیاد، چه پنهان چه آشکار، چه روزنامه‌ای چه غیر روزنامه‌ای، مسلماً نظر خاص پروردگار نهایت خاص امام زمان همراهشه و ما همه باید دنبال دعای خیر امام زمان صلوات الله و سلام علیه بشه. بعضی از دوستان براشون مسئله پیش میاد که خب این همه هزینه از کجا میاد؟ اگر طرف قانونش مثل من کج باشه، البته این حرفا جسارت اینجا تو جمع زدن، این قانونش مثل من کج باشه، میگم ما شبا دیوار مردم بیریم بالا، تو هم بیا یا میگیرنم یا میزنن یا میریم دستخالی، میریم دستخور برمیگردیم. اگر اولیای خدا باشن، بزرگان خوبی، پیشکسوت هایی باشن، میگیم دستمونو کردیم تو جیب امام زمان صلوات الله و سلام. هرچی از جیبشون بیشتر برداریم، هزینه کنیم، خوشحال میشه و ما هم بیشتر خرج بکنیم که خوشحالی ایشون رو دوچندان کنیم، ایشون هم خوشحال بشه، خدا خوشحال میشه و در خزائنش رو باز کرده. مثل یه اقیانوس رحمت پروردگار میمونه. در مثال ظاهری اقیانوس آرام، هر کسی میره یه دیوان برمیداره، یه کسی یه پارچ برمیداره، یه کسی یه تانکر برمیداره، یه کسی هر چی از این بردارن چیزی کم نمیشه. به خدا کم میشه. سپرده های مردم تو بانک کم و کمتر میشه، تموم میشه، همشو برداشتین. یه وام 10 میلیونی میخواد سپرده گذار جز بهش نمیدن، چون همه سپرده ها دست شماست. بانک سرمایه عملا ورشکسته است. چقدر از بانک سرمایه گرفتی و ندادی؟ روزانه میلیاردها تومان هزینه خیریه، همین خیریه ریحانت، از کجا میاد این پول؟ چقدر بدهی معوقه به بانک داری؟
سیستم بانکی که نمیگه، دیوان محاسبات کشورم که نمیگه، حتی احمد توکلی که میگه به طور ویژه داره روی پرونده رضا مطلبی کاشانی کار میکنه فقط میگه ابر بدهکار بانکی، اونم نمیگه. شفافیت و محرم بودن مردم و حاکمیت بیداد میکنه در نظام مقدس. احمد توکلی نماینده سابق مجلس که سایت دیدبان شفافیت رو داره، معمولا روی مسائل اقتصادی اینا تا حدی که خط قرمزهای خودش بهش اجازه میده کار میکنه، همین پنجم بهمن نوشت: چندی پیش جناب آقای صدیقی روایتی رو از قول یک قصال یعنی مردشور در سیما مطرح کرد که جنجال بسیاری در کشور برانگیخت، به حدی که مدتی بعد مجبور به عذرخواهی شد. پیدا کردن مردشور یاد شده با توجه به کدی که ایشان در سخنان خود داشت چندان دشوار نبود. مردشور آیت الله مصباح، البته اون همه رو نوشته قصال، الان من فارسیشو میگم، مردشور آیت الله مصباح همان قصال مرحوم آیت الله حق شناس است، رضا مطلبی کاشانی، همان ابر سرمایه‌داری که چندی پیش نیز برای حجت الاسلام پناهیان حاشیه آفریده بود که شنیدیم. توکلی در ادامه فاش میکند که مطلبی کاشانی در این بازار کساد 40 میلیارد تومان خمس می آورد و هیچ کس از او نمیپرسد که منبع این ثروت افسانه‌ای کجاست. 40 میلیارد تومان در سال یک پنجم سود اضافه مخارجته، یک پنجم اضافه مخارجت. توزیع المسائل امام خمینی: هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگر مالی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی یک پنجم آن را بدهد. عیالات با عین یعنی زنهایش، عیالم، عیالات اون وقت. چند تا عیال داره مطلبی کاشانی؟ حالا میتونه 4 تا عقدی و بی نهایت صیغه داشته باشه، من نمیدونم، چه میتونه، به خودش مربوطه و به قانون مملکتش. اگر بعد از اینکه، اینو میخوام بگم، بعد از اینکه هزینه زندگی خودشو هر چی هست و این عیالاتو هر چی هستن هزینه شون داد و آخر سال حساب کتاب کردید بازم زیاد آورده، یک پنجم اون زیاد آورده میشه خمس و سهم امام. بعد این 40 میلیارد تومان یک پنجم زیاد آورده هست، بعد به کیا باید بده؟ یک قسم آن سهم امام است که همون سهم خدا و رسول و امام است که در آیه خمس بیان شده که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، از آنجا که فقهای واجد شرایط رهبری از جانب آن حضرت به نیابت عامه آن حضرت منصوب شدند و صریحا حضرتش فرمود و فلان به عربی، از این رو باید سهم امام به آنان داده شود. روشن شد دیگه. به آخوندا و فقهای مخصوصا واجد شرایط رهبری فلان بم. قسمت دیگر خمس سهم سادات فقیر است. یعنی چی؟ یعنی فقیره باید حتما سید باشه، سادات، تا بشه بهش کمک کرد و اینه نمیشه. بعد چون مشکلاتی داره این موضوع، از جمله اینکه بنا به فتوای امام خمینی به سیدی که 12 امامی نیست نمیشود سهم سادات را داد، بنابراین همیشه کسایی که خمس میدن میرن پیش فلان آیت الله، 2 تا پاکت میدن بهشون. دیدم من اینو که دارم عرض میکنم خدمتتون. یکیش سهم امامه که مستقیم میره تو گلوی آیت الله، مستقیم میره. یکیش خمس ساداته که بازم میدن به همون مجتهده که اون هر جوری تشخیص میده تقسیم بکنه. یعنی به همین دلیله که رهبر انقلاب فرمودند سهم سادات نیز باید به اجازه مجتهد جامعه و شرایط به سادات داده شود. یعنی همون همش بدیم به ما. احمد توکلی در ادامه مطلب معترضه یا به قول خودش هشدارش نوشته: فردی آنقدر به روحانیت علاقمند می شود که با زیر پا گذاشتن مقررات قانونی پیکر روحانیان را به منزل خیش می برد و قتل می دهد و صد البته این عشق و شوق وی تنها نسبت به پیکر علمای سرشناس ابراز می شود و نصیب جنازه هیچ طلبه فاضل و مهذب ولی گمنامی نمی شود. حرف حسابی دیگه جواب نداره که
بعد در ادامهش توکلی به علیرضا موحدی اشاره میکنه. از دیگر موارد مشابه میتوان به فردی به نام علیرضا موحدی اشاره کرد که به عنوان یکی از متهمین پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با بدهی چند صد میلیاردی به بانک سرمایه از کشور گریخته است. موحدی هم در لباس فردی دست به خیر که در راستای گسترش دین و کمک به اقشار ضعیف از هیچ کمکی به برخی وعاظ مشهور تهران دریغ نداشته به نفوذ درون علما اقدام میکرد. حالا درباره علیرضا موحدی خواهم گفت. داستان چیه؟ اینا تصادفی پیش اومده؟ آیا این مطلبی کاشانی علیرضا موحدی آدم های بدذاتی‌اند که علما رو گول زدن و بقیه کسایی که در نظام مقدس یک شبه مالتی میلیاردر شدن به دلیل پرداختن سهم آخوندهای حاکم به این ثروت افسانه‌ای رسیدن، اونا آدم های خوش ذاتی‌اند؟ اگه سهم امام و خمس در شرایطی که آخوند حاکم سیاسی نیست فقط آخوندها رو مفخورتر میکنه، ولی وقتی دین در قدرت باشد دکاندارای دین همین آخوندهای روزخونی که بر ایران امروز حاکمن، دادن خمس و سهم امام بهشون باجیست که فلان رئیس خورد مافیا باید با آیت الله ها بده تا دستگاه های حکومتی که از همین آخوندها حساب میبرن راه و واسه دوزی های کلون و خورد مافیا وا کنن. من میدونم که اینایی که دارم میگم تکرار آن چیزاییست که شما میدونه. معلومه که اینجوری سراپای نظام مقدس با این پولا و با این رانت‌ها و سفارش‌های علمایی و حوزوی فاسد میشه. حالا به علیرضا موحدی بخشی اشاره خواهم کرد. اول گزارش مربوط به مطلبی کاشانی رو اجازه بدین جمع‌بندی بکنم. چه امتیازایی از مرده‌شوری علما به دست آورده این آدم؟ یک نمونه، گرفتن بیش از 7.5% شرکت مینو، یک هلدینگ عظیم با عمر 70 ساله. زمانی همه متوجه این موضوع شدن که مطلبی، این کسی نمیدونست که 7.5% چون گرفته، مطلبی کاشانی میخواست این سهمو به پول نقد تبدیل کنه. سال 92 که کرد ظاهران، عرضه یک جای سهامش در فرابورس چقدر؟ یک جا بیشتر میومده ایش وقت 142 میلیارد تومان سال 92. بعد سهام مینو رو این آدم چجوری گرفته؟ از طریق ممدسان ابو ترابی فرد حجت الاسلام که 3 دوره نایب رئیس مجلس شورای اسلامیشون بوده، الان هم عضو شورای حل اختلاف سران نظامه. خب چجوری گرفت ازش؟ یعنی این 7.5% مینو رو محمد حسن ابو ترابی فرد، داداش علی اکبر ابو ترابی فرد که مرده، حاج علی اکبر رئیس هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان بود که مینو جز بشه و خب همه مصادره. حاج علی اکبر ابو ترابی فرد که مرد، هلدینگ افتاد دست همین محمد حسن ابو ترابی فرد. پسر مطلبی کاشانی با دختر ابو ترابی فرد ازدواج کرد. یعنی 7.5% مینو که دست اون هلدینگ بود و همین ابو ترابی فرد رئیسش بود، 7.5% مینو که 142 میلیارد تومان یک جا در فرابورس به فروش گذاشته شد سال 92، از پدر عروس رسید به بابای دوماد، از ممدسن ابو ترابی فرد رسید به کی؟ حاج رضا مطلبی کاشانی. اینجوریه. یکی دیگه از امتیازایی که مرده‌شور علما گرفت، از بین بردن یک بیمارستان ویژه زنان و زایمان در تهران و بیکار کردن نزدیک به 300 نفر پرسنل این بیمارستان بود. بیمارستان الوند، همون زایشگاه الوند، چهارراه عزیزخان نزدیک تقاطع حافظ و جمهوری. زایشگاه الوند حدود 55 سال پیش تأسیس شد، تا اواخر دهه 80 برقرار بود. سال 91 رسما شد به اسم آقای مطلبی کاشانی. سندشو می‌بینید. بعدم ایشون رفت مجوز و سند تغییر کاربری رو از درمانی به تجاری روی اون ملک گرفت که تجارت را بندازه به جای بیمارستان زایمان و زنانی که داشت کارشو میکرد. حالا چرا این مرده‌شوره رفت سراغ این ملک؟ چون از حدود 20 سال گذشته قیمت ملک تو اون حوالی به شکل سرسام‌آوری رفت بالا، به خاطر ساخته شدن پاساژهای مختلف مثل پاساژ علاءالدین و رونق اون منطقه.
مافیا آدمشو میفرسته این محل و اون محله میگردن، گزارش میدن بهش که کجا خوب دست بذاریم، باقیش دیگه کاری نداره. یه مرده میشوریم، یه بیمارستان میبندیم، تبدیلش میکنیم به تجارت خون. اون وقت 40 میلیارد تومن هم میریزیم خمس به کسایی که بعدا میخواییم ببریم خونه بشیرومشون. ببینیم فهرست بعضی شرکت هایی که مطالبه کاشانی داره در شراکت با این آخونده حکومتی و اون سردار سپاه. بیش از شرکت اما مطالبه کاشانی خیریه داره. معمولا در جمهوری اسلامی اینا همه میدونن که مؤسسه های خیریه ظرفیت بالایی دارن برای پولشویی. همه دون به همه جای دنیا اینجوریه. مهم اینه که چه قانونی باشه. مثلا در آمریکا از 1986 این قانون هست که همینجوری نمیشه پول جابجا کرد و میتونن بیان تو رو دستگیرت کنن، بنزن زندان، تای پول در بیارن بلافاصله. خب آوردن پولای قاچاق و کثیف غیر قانونی تو مؤسسه های خیریه برای گم کردن رد پول یک دانسته همگانی است و هم برای کم شدن بدهی مالیاتی. میدونین که کمک به خیریه در همه کشورها از جمله ایران از مالیات شما کسر میکنه، صاحب خیریه که دیگه هیچ. برای همینه که خیریه ها شده حیات خلوت مافیاها و قاچاقچی های حکومتی. ببینید دیگه بعضی واقعا از مؤسسه ها و خیریه هایی که مردشور علما عضوشه، های مطالبه کاشانی. مؤسسه پژوهش آموزشی امام خمینی معروف مؤسسه آیت الله مصباح، اعضاش کیان؟ محمد اجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف دایی زن میثم خامنه‌ای، غلامرضا فیاضی کاشانی عضو خبرگان رهبری، کاظم صدیقی و مصباح یزدی که گفتم دربارشون. یعنی مطلبی کاشانی جنازه رئیس این مؤسسه رو میشوره و یه عضو دیگه هیئت مدیره این مؤسسه یعنی صدوقی میاد سیمای آقایون میگه همکارم داشت جنازه رئیس رو میشد، سیو رئیس چشاشو وا کرد و مهربون نگاش کرد. خب اینا انقدر به هم نزدیکن دیگه. بعد همین چند تا آدم بودجه های 10 میلیارد تومانی از دولت میگیرن هر سال. بودجه سال 97 همین مؤسسه پژوهش آموزشی امام خمینی معروف به مؤسسه مصباح سال 97 28 میلیارد تومان از دولت گرفت. اون وقت تعجب داره که مطالبه کاشانی که اینجا یکی از نون دنیای ریزشه سالی 40 میلیارد تومان اضافه از خرج خودش و ایالاتش خمس و سهم امام بده. یکی از ده ها مؤسس است. یکی دیگه از حیات خلوت های مطالبه کاشانی بنیاد القدیره. بنیاد القدیر هدفش رو نوشته آماده کردن شرایط برای ظهور امام زمان. فریب و حق بازی رو این تا کجا. اعضای مؤسس: مصطفی میرلوهی از دانشگاه امام صادق، داوود مددی مشاور احمدی نژاد رئیس ستاد انتخابات قالیباف در کیش و قشم، ابراهیم انصاریان داماد مهدوی کنی و رئیس کمیته تخلفات وزارت خارجه. چی کار از اینجا؟ مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب مؤسسه دیگه مجمع خیرین امید کشور، همین مؤسس هست که حلقه وصل مطالبه کاشانی با علیرضا پناهیانه. توی این مؤسس هست که با هم شریکن. رفیق نزدیک پناهیان عبدالله بوربوره. آقای بوربور تو این مؤسسه همنشین مطالبه کاشانی است. همه جا باش. یکی دیگه اینایی که دارم میگم و هم پناهیان هم اطرافیانش میدونن که خیلی های دیگه میدونن که بوربور رفیق توه و از طریق تو هم از طریق بوربور با همه اینا آشنا شدی. بعضن البته بعضیشون هم از طریق صدیقی. یکی دیگه از این حیات خلوته که مطالبه کاشانی مردشور رئیس هیئت مدیرشه مؤسسه علامه عسکری است. مدیر عامل این مؤسسه اسدالله امیر اصلانی است. آقای امیر اصلانی که مدیر عامل سابق بانک ملی متهم پرونده المکاسب بود و بعد تبرئه‌اش کردند و بهش جایزه دادن چون خمس و سهم امامش رو خوب میداد. حتما المکاسب زیر مجموعه بانک ملی بود، یعنی یه شرکت دولتی بود. بانک ملی مال دولت. مدیر عامل وقت بانک ملی که حالا همه جا همکار مطالبه کاشانی است آقای امیر اصلانی،
عضو و هیئت مدیرش بود و ناصر واعظ طبسی عضو هیئت مدیرش بود، بله امیر اصلانی رئیس هیئت مدیرش هم بود. ناصر واعظ طبسی فرزند برومند متولی آستان قدس رضوی که مرد، متولی قبلیه، مدیر عاملش بود. آقای امیر اصلانی عضو هیئت مدیره بود. سه نفر بودن تو هیئت مدیره. المکاسب واگذار می شود توسط اینا، توسط مثلا بانک ملی به بخش خصوصی. مثلا چه جوری؟ یه اسم دیگه پیدا میکنه، میشه کوثر. ولی همین سه نفر که تو المکاسب مدیر عامل بودن و عضو هیئت مدیره، تو کوثر مدیر عامل میشن و عضو هیئت مدیره. اسم عوض میشه. دلیلش میگه پولشویی. اگه فرصت بشه یه دقیقه خواهم گفت که چرا این تغییر تحولات میشه، فقط برای اینکه میلیاردها تومان، هزاران میلیارد تومان جابجا بشه. خب المکاسب مثل کوثر، کوثر مثل المکاسب با برداشت‌های میلیاردی از بانک ملی مثلا اداره میشد. بعد وزارت اطلاعات میره پیگیری میکنه، بخش اقتصادیش اینا رو میگیرن. متهم ردیف اول پرونده رضا که فامیلش الان خاطرم نیست، مدیر عامل مؤسسه همیاری کوثر می شود. اصطلاح امیر اصلانی مدیر عامل وقت بانک ملی ایران متهم ردیف دوم، و ناصر واعظ طبسی متهم ردیف سوم و مدیر عامل شرکت المکاسب. اتهام های متهمین ردیف اول دوم پرونده تبانی در معاملات دولتی و اتهام متهم ردیف سوم یعنی واعظ طبسی تحصیل مال از طریق نامشروع در جریان واگذاری سهام المکاسب به مؤسسه کوثر. همشون رو آزاد میکنن چون دادگاه حکم میده که اسناد و اطلاعات کافی برای اثبات جرم وجود ندارد. بعدن معلوم میشه یه چک سفید امضا ناصر واعظ طبسی داده به بانک ملی که بانک در اون چک مبلغ 14 میلیارد و 400 میلیون تومان مینویسه، در حالی که موکل وی این چنین مبلغی به وکیلش میگه. وکیلش این اطلاعاتو میده و بعد میگه که موکلم این چنین مبلغی به بانک بدهی نداشت و بانک ملی نیز رضایت داد. به هر حال یعنی میاد میگه آقا جون این چک سفید هر چی میخوایم بنویسین، رضایت بدین بانک ملی دولتی، رضایت بدین منو ول کنین دیگه، چه هم مینویسن هر چی میخوای بنویس، اونم 14 میلیارد و یه خود کم بودش هم جبران میکنه، 400 تا مینویسه اونجا. خب حکم تبرئه در حالی صادر می شود که در ابتدای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان با پرداخت وثیقه 5 میلیارد تومانی آزاد شده بود. هیچ وقت زندان نرفت، البته اون دو تا رفتن. حد زده می شود تنها کسی که قادر به پرداخت چنین وثیقه سنگینی می توانست باشد ناصر واعظ طبسی بوده است. اولا روشنه که به ناحق گرفته بودنش، چون باباش از بزرگان انظام مقدس در مقدس‌ترین شهر ایران که حرم امام رضا اونجاست حاکم بود. ثانیاً چه کسی اینقدر پول داره که یه 14 میلیارد تومان اون موقع 20 سال پیش و یه 5 میلیارد تومان یعنی در مجموع 20 میلیارد تومان حدوداً بده و بعد بگه خب با من دیگه کاری نداشته باشین. لو رفت. فقط گل پسر متولی حرم گنبد طلایی امام رضا بیش از 15,000 مؤسسه خیریه تو ایران ثبت شده. چقدرش مال این جماعت من نمیدونم. فقط یه اشاره‌ای بزنیم بکنم به علیرضا موحدی تا یکم بیشتر دستون بیاد قضیه چیه. علیرضا موحدی پولای بانک سرمایه رو برداشت رفت لندن و تو دادگاه بانک سرمایه گفتن ایشون فرارین، متواری‌ان، ببخشید. بعدم ظاهرا رفت آلمان و دیگه نمیدونم مثل بقیه‌شون. به هر حال علیرضا موحدی پسر رحمت الله
موحدی رئیس سابق اتاق بازرگانی استان گرگانه که به نوشته فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار هم به عنوان خیر و هم به عنوان بدهکار بزرگ بانک سرمایه مطرح است و البته دارای شرکت‌های گوناگون که اکثرا به صورت خانوادگی در آن عضو هستند و البته یکی از این شرکت‌های غیر دولتی شرکت نیکوکاری موحدی است. کیا توشن؟ همه برای بچه‌ها با باباشون. مهدی موحدی، میلاد موحدی، علیرضا موحدی، فاطمه کبیر و رحمت الله موحدی. یه انجمن دیگه درست میکنن به اسم انجمن خیریه بانوان گرگان. کیا توشن؟ فاطمه کبیر، خواهر علیرضا فرادی بانک سرمایه، مدیر عامل. الهام موحدی، دوباره خواهر دیگه، عروس نور مفیدی، نماینده رهبر معظم در استان گلستان، عضو علل بدل هیئت مدیره است. چه اشکال داره این خیریه ها رو داشتن؟ هیچ اشکال نداره، ولی وقتی این خیریه ها با پول دزدیده شده از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بدبخت تغذیه بشه و از قاچاق ارز و مواد مخدر تغذیه بشه، یعنی اینجا حیات خلوت دزدان کلان و قاچاقچیان ارزه که تو این مؤسسه ها پول شویی میکنن، از این شرکت واسه گم کردن رد پولشون و دخل و خرجشون استفاده میکنن، اصلا این شرکت ها رو میزنن به همین هدف. وگرنه اگه خیر بودن این آدم ها که نمیرفتن 600 میلیون یورو از صندوق ذخیره فرهنگیان دزدی کنن. این رابطه رو اگر که دنبال بکنین، یه سرش به خامنه ای میرسین، یه سرش به خمینی. علیرضا موحدی بدهکار فراری بانک سرمایه، پولشویی در خیریه موحدی، اگه برسیم نمیدونم نشون بدیم. خواهرش فاطمه کبیر واسطه پولشویی، داداشش از طریق خیریه بانوان گرگان، همکار خواهرش الهام موحدی، گرفتن تحصیلات بانکی به اسم شرکت سبز گستر راش الهام موحدی، همسر مصطفی نور مفیدی، مصطفی نور مفیدی فرزند آیت الله سید کاظم نور مفیدی، نماینده رهبر معظم در استان گلستان، و به این ترتیب خانواده نور مفیدی با خانواده خمینی فامیلن با سید حسن خمینی. حرف زدم، بریم پرده آخر. بابا کشیدن، مادرم میزدن، خونم میسوخت. سلمان که قدرت علی را میدانه و قلعه خیبر را و مرحب خیبری را میدونه کیه علی؟ تو دلش جوونا به زبون نهی بردا، تو دلش گفت ای بابا یا علی، من که من خیلی قدرت داری بابا، به داد زنت برس. چرا؟ تو دلش گفت چرا علی از ناموسش دفاع نمی کنه؟ تا اینو گفت امام صادق رجال کشی، این 40 نفر علی ها رها کردن، زهرا هم رها کردن، ریختن رو سلمان بزدن، اونقدر زدن پیر من 500 سال عمرش بود افتاد زمین تو خاک و با مشت و لگد پر خونش کردن. کتک ها که خورد پر خاک و خون ولش کرد، پاشد وایستاد. تا پاشد وایستاد امام صادق رجال کشی، صحیح هست، زمانت میکنن دنیا و آخرت. امام صادق فرمود وقتی رها شد، کتک ها را خورد، زها شد، پاشد وایستاد، مولا رو کرد بهش فرمود یا سلمان انها ذال ذاک، این کتکی که خوردی به خاطر این بود که تو دلت به من اعتراض کردی. شب و روزگار خوش.